درود عزیزم، محمد تماسبی هستم. در این قسمت از پادکست گرداتش میخوام به یه تحقیقی بپردازم که یکی از دوستان به هم فرستاد. البته تحقیقش رو نفرستاد، یه تیتری رو از خبرگزاری ایران اینترنشنال برام فرستاد که یه بحثی هم با هم کردیم که اون رو توی استوری های اینستاگرام گذاشتم. الان باهاتون اسکرین شیر میکنم که مطالب رو ببینید. همین الان تیتری که برام فرستاد این هست: نتایج یک تحقیق، گیاهخواران حتی در صورت سیگار کشیدن و مصرف الکل از گوشتخواران سالم ترند. یافته های یک تحقیق جدید نشان میدهد گیاهخواران حتی اگر الکل بنوشند و سیگار بکشند از گوشتخواران سالم ترند. محققان دانشگاه گلاسکو پس از بررسی بیش از 175 هزار نفر در بریتانیا دریافتند کسانی که گیاهخوارند از گوشتخواران فارغ از سن، وزن، عادت سیگار کشیدن و نوشیدن الکل سالم ترند. توی صحبتی که با دوستم کردم، خب اول که اینجا لینک از مقاله نیست، به هر حال اینستاگرام این محدودیت ها رو داره که لینکی نداره، گفتم که حاضرم شرط بندم که این مقاله یه مقاله همه گیر شناسی هست، نه یک مقاله مداخله ای. مقاله های همه گیر شناسی مشکل رو دارن که بر اساس پرسش نامه کار میکنن، بر اساس این کار میکنن که از شرکت کنندگان بپرسن که چه غذایی رو خوردن، چه غذایی رو بیشتر میخورن، یعنی بر اساس چیزایی هست که فرد ابراز میکنه. و حالا این که چجوری دستبندی کردنم به تدریج توی همین ویدیو خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه بتونم این تحقیق رو پیدا بکنم، خب سعی کردم که برم توی سایت ایران اینترنشنال، همینجا که اینجا میبینید، و اینجا رو اینجا بگردم ببینم پیدا میکنم یا نه. حتی مثلا سرچ کردم مثلا گیاه خاری، اصلا پیدا نمیشه. سیگار، الکل، توی صفحه اول نیست. خب مسئله نیست، میریم توی خبرگزارش سبک زندگی، کمخوابی، تعبیرهای خواب، استرس، گیاهان خانگی، و اینجا تنها گیاه هم گیاهان خانگی هست، الکل هم جایی نیست و اینها. به هر حال فکر نمی کنم که جستجوی سایت هم از اینها قوی تر باشه. حالا بزنیم یه سرچی بکنیم گیاهخوار. خب توی اینها هیچ کدومشون این مقاله پیدا نمیشه. به هر حال از توی ایران اینترنشنال نتونستم پیداش بکنم، فقط روی صفحه اینستاگرامش بود. گفتم که سرچ بکنم به انگلیسی ببینم که چه چیزهایی پیدا میشن. Vegetarians are healthier than meat eaters. Alcohol, smoking، کلمات کلیدی رو وارد کردم ببینم چه اتفاقی میفته. The Hill study finds whales online و Science Daily. Healthline هم اینجا که سایت خیلی معروفی هست، نمیگم معتبر، معروفی هست. اینها از جمله سایت هایی هستن که این تحقیق رو نشون دادن. ایندیپندنت. خب میریم حالا روی چند تاشون کلیک میکنیم. یکی من روی این ساینس دیلی کلیک کردم، دم تاریخش 9 می هست، این چند روز پیش، امروز 12 همه. Source: European Association for the Study of Obesity، انجمن مطالعه چاقی اروپا. و در مورد تحقیق میگه، و اینجا میگه: According to a new study in over 166,000 UK adults being presented at this week's European Congress on Obesity ECO held online this year. هنوز این مقاله نیست، یعنی اینجا به عنوان توی یکی از این کنفرانس ها به هر حال این داده ها
ارائه شد. Materials provided by European Association for the Study of Obesity. Materials اینجا European Association for Study of Obesity. اینجا کلیک میکنیم. اینجا باز میشه. Vegetarians have healthier biomarker profiles than meat eaters. اول که همین کلمه biomarker رو دقت داشته باشین که میگه vegetarian ها، گیاه‌خوارا، biomarker های یا شاخص های زیستی بهتری نسبت به گوشتخواران دارن. این شماره پوستر هست، یعنی پوستر هم مقاله که ارائه شده، داده هایی که ارائه شده، EP3-33. اینجا می فرماد که Research presented as at this year's ECHO shows that vegetarians appear to have a healthier biomarker profile than meat eaters. پس این تحقیق اینجا ارائه شده، جایی چاپ نشده همچنان. مشکلی با این ندارم، ولی با یه جاهایش مشکل دارم. چه جوری یه چیزی که فقط یه جایی ارائه شده، همچنان متن مقالش هم نیست، میاد میشه تیتر خبر ایران اینترنشنال، میاد میشه تیتر خبر حال دهیل رو بیخیال، ساینس دیلی، ایندیپندنت، هلث لاین که سایت خبری هم قرار نیست باشه، قرار مرجع علمی باشه. حالا باز بجز این جلوتر میریم. For full abstract click here. برای چکیده مقاله میگه اینجا رو کلیک بکنین، برای پوستر کامل اینجا کلیک کنید. یعنی تنها چیزی که ما دسترسی بهش داریم یکی abstract مقاله است. ببینید من ماوسم رو اینجا قرار میدم، پایین سمت چپ لینکش رو نشون میده، یعنی الان روی گوگل درایو روی هیچ مرجع علمی، جورنال علمی ثبت نشده. این توی این کنفرانس ECO که اینجا گفت European Congress on Obesity، کنگره چاقی اروپا، اینجا ارائه شده و این هم فایلش هست که در قالب گوگل درایو در اختیارمون گذاشتن و فقط فول ابسترکت چکیده کاملش رو دسترسی داریم و پوسترش رو. متن مقاله روش شناسی دقیق رو آنچنان دسترسی نداریم. به هر حال ما باید با چیزایی کار بکنیم که در اختیار داریم، پس میریم ببینیم چطور میشه. اینجا ابسترکت EP3-33 Difference in health-related biomarkers profile of vegetarians and meat eaters, a cross-sectional analysis of the UK Biobank study. میگه که تفاوت‌ها در پروفایل بیومارکر گیاه‌خوار و گوشت‌خواران که از داده‌های UK Biobank هم استفاده کرده. خب اینجا چیزی که مهمه، میایم این قسمت، This is a cross-sectional study, used data from the UK Biobank study and included 177,000 and something healthy participants free of comorbidities. کسانی که اختلالات که بیماری های مختلف نداشتند، افرادی که سالم بودن چنان که اینها تعریف کردن و طی 5 سال گذشته هم تغییر خاصی رو توی رژیمشون گزارش نکردن. اگر گیاه‌خوار بودن اون 5 سال گذشته گیاه‌خوار بودن، اگر هم که گوشت‌خوار بودن اون 5 سال گذشته گوشت‌خوار بودن. خب این جمله بعد از همین اولش حرف داره واسمون. Type of diet was self-reported. یعنی مشکلی که با تحقیقات همگیرشناسی داریم اینه که فرد باید خودش ابراز بکنه که چه نوع رژیمی رو داره. یعنی تنها منبعمون صحبتی هست که اون فرد میکنه بر اساس تعریفاتی که خودش داره. یه نفر یه چیز رو گیاه‌خوار تعریف میکنه، یه نفر یه چیز دیگری رو گوشت‌خوار تعریف میکنه و فقط دو تا کاتگوری یا دسته توی این تحقیق مشخص شده، ویجیتریان و میت ایتر. هر کسی که گوشت نمیخورده گیاه‌خوار بوده، حالا این گیاه‌خوار تلقی شده و هر کسی که غذای گوشتی می‌خورده
گوشتخوار تلقی شده. فکر میکنم یه توضیح دقیق تری در مورد این دوتا هم توی یکی از این صفحه ها بود. من توی این یکی نگاه بکنم ببینم. آها، این سایتی که همه بهش ارجاع دادن و لینک مقالات رو هم داره، میگه که اون شرکت کننده هایی که به عنوان گیاهخوار دسته‌بندی شدن، گوشت قرمز نمیخوردن، مرغ نمیخوردن، ماهی هم نمیخوردن و بقیه جز اینها همه گوشتخوار حساب شدن. این خیلی مهمه، جز اینا همه گوشتخوار حساب شدن. یعنی کسی که همبرگر مکدونالد میخوره، ناگت KFC میخوره، همه اینها گوشتخوار محسوب میشه. کسی که گوشت استیک خالص مصرف بکنه گوشتخوار محسوب میشه، کسی که استیکش رو با روغن توی روغن سرخ کردنی سرخ بکنه، یا هر گوشتی رو که درست میکنه توی روغن سرخ کردنی سرخ بکنه، اون هم گوشتخوار حساب شده. این دو تا دست اومده بر اساس این دو تا دسته بندی این نتیجه گیری رو کرده و اینها هم توی بوق و کرنا کردن. و حالا ببینیم چه این بایومارکر، منظور از بایومارکر چی است. میگه در مقایسه با گوشتخواران، گیاهخواران غلظت 14 تا از بایومارکرشون بسیار پایین تر بود. یکیشون توتال کلسترول، یعنی این واقعا من رو خشمگین میکنه که توتال کلسترول همچنان به عنوان یکی از پیش بینی کننده های ریسک بیماری قلبی نشون داده میشه. توتال کلسترول هم HDL هم LDL، و به اصطلاح میگن LDL کلسترول بده، HDL کلسترول خوبه. ولی اگر برنامه های ما رو دنبال بکنید، صفحه ما رو دنبال بکنید، میدونید که هم LDL کلسترول خوب و ضروری هست، هم HDL. و دو تا قسمت از پادکست هم به این اختصاص دادم که اصلا چجوری شد کلسترول شد آدم بده داستان، و این کلن بر اساس تحقیقاتی مغرضانه بود که انسل کیز انجام داد، و از اون موقع مسیر همه پیشنهادات پزشکی و تغذیه‌ای رو عوض کرد. LDLشون انقدر پایین تر بوده، HDLشون هم پایین تر بوده. ما میگیم که به LDL تنها نباید نگاه کرد، به توتال کلسترول تنها، یک کلسترول کل تنها هم نباید نگاه کرد، باید به LDL و HDL اگر میخواییم نگاه بکنیم. اگر که HDL هم به نسبت LDL بره بالا باشه، اون موقع فرد سالم تره. ولی اونها هم LDLشون پایین بوده، هم HDLشون پایین بوده. تازه اینها شاخص های مستقیم نیستن، ما اینها یه شاخص های میانجی هستن که بر اساس اینها میخواییم سعی بکنیم سلامت متابولیک فرد یا سلامت ریسک بیماری قلبی فرد رو ازشون استنتاج بکنیم. یعنی اینها خود بیماری نیستن، اینها شاخص هایی هستن که به عنوان میانجی میخوایم ازشون استفاده بکنیم و سعی کنیم که ببینیم فرد دچار بیماری، ریسک عارضه قلبی داره، سلامت متابولیک داره یا نه. در مورد آنزیم های کبد گفته، خب شاخص ویتامین دی شاخص مهمی هست، ولی همچنان این عیب بر این تحقیق وارده. ALT رو به همین راحتی نمیشه در مورد آنزیم ALT گفت که اینجا حکم صادر کرده. ALT تحت تاثیر ورزش هم میتونه بالا بره. به هر حال هر کدوم از اینها رو ما باید توی قالب خودشون بررسی بکنیم، ولی اینها همه نتایج رو فقط از این دو دسته که تعریف کرده اومده گرفته. توتال کلسترول رو هم به عنوان یه چیز مضر دونسته، هم LDL و هم HDL. HDL رو حتی ما حالا میگیم LDL خوبه، HDL خوبه، خیلی ها با اون قسمتی که میگیم LDL خوبه، کلسترول خوبه مخالفت دارن، ولی HDL خوبه دیگه الان عموم هم بهش واقفن و به عنوان از HDL به عنوان کلسترول خوب یاد میکنن، ولی
اینها هنوز از این تحقیقات عقب هستن و گویا حتی این یا این اطلاعات عمومی هم که در دسترس همه هست اینها در اختیارشون نبوده. حالا اینجا یه اتفاق جالبی میفته. However, we found that vegetarians have a significantly high concentration of triglycerides. اینش رو من خیلی کار دارم چون که اگر میخوایم به یکی از شاخص‌ها نگاه بکنیم اون تریگلیسیریدی که اگر بالا باشه میتونه پیش بینی کننده ریسک بیماری قلبی باشه، ولی باز هم نمیخوام با نگاه کردن به این یک داده اعلام پیروزی بکنم و بگم که کل این داده‌هاش اشتباه، اون کلسترول هم که رد کردیم. نه، این داده هم به همون اندازه بقیه داده ها بی اعتباره چون که از یه تحقیق مشاهده‌ای به وجود اومده، از یه تحقیق همگیر شناسی حاصل شده و ما نمیتونیم این رو در قالب داده های دیگه ببینیم. ما نمیتونیم این رو مقایسه بکنیم در بافتی که این مقدار برای یک فرد به وجود اومد پیدا شده. برای HbA1c هم ارتباطی پیدا نشده. در مورد اینکه از حتی اگر سیگار بکشن یا الکل مصرف بکنن سالم‌ترن مستقیما توی این چیز نگفته، ولی توی اون هدلاین‌ها یا اون تیترهای خبرها بوده و احتمالاً اونها از اینجا گرفتن. آره، چون که به حال وقتی که اینها رو ارائه دادن حرفای بیشتری میزنن، بیشتر در مورد روش نتایج و روش شناختی اون صحبت میکنن و ما تنها چیزی که در دسترس داریم اینه و اینم نه اینکه روی جورنال ثبت شده باشه، روی گوگل درایو، و این هم پوستری که اینجا گذاشتن. خب این تحقیق همه چیزی که بهش دسترسی داریم همین ابسترکته که همین ابسترکت هم میگه که خیلی اطلاعات مهمی رو به همون میده، اینکه کلسترول کل رو و LDL و HDL رو اومده به عنوان شاخصای بیماری قلبش استفاده کرده، ریسک بیماری قلبی که بر اساس اونها به تنهایی نمیشه گفت، تریگلیسیرید که بعد به تنهایی میشه یه نتیجه گیری هایی در موردش کرد ولی همون هم تحت تاثیر قهوه ساعت شبانه روز میتونه تغییر بکنه و اونی که حالا باز یکم میشه تنها یه جاهایی نگاش کرد توی اون برای گیاهخوار بیشتر بوده. خب همه یه تحقیق که بهش دسترسی داریم اینه و این البته پوسترش رو هم فراموش نکنیم، این پوسترش دسترسی داریم و هنوز دی او آی نداره، جایی نشر نشده، فعلا روی گوگل درایو نشر شده، گوگل درایو جایی که این کنفرانس در اون ارائه شده، این نتایج در اون ارائه شده و خیلی مایلم که ببینید این خیلی وقت هم نیست که بیرون اومده و مقاله هم همچنان نیست، ولی اینجور خبرگزاری ها روش کار کردن. حالا ایران اینترنشنال که صرفا شاید ترجمه از اونها کرده باشه، ولی میبینیم که هلث لاین که سایت خیلی معروفیه روش کار کرده، که البته خب هلث لاین همیشه مدافع سبک تغذیه گیاهی هست و واقعا ایدئولوژیشون تو تک تک تحقیقات توی تک تک مقالاتشون نشون داده میشه. اینجا میبینیم ایندیپندنت مقاله رو کار کرده، The Hill کار کرده و جاهای مختلف این رو کار کردن، ساینس دیلی این رو کار کرده همینجور که گفتیم، ولی مطالعات مداخله ای که انجام شده در مورد محصولات گوشتی و ضرورت غذاهای حیوانی اونها اصلا هیچ راهی پیدا نمی کنن به خبرگزاری های بزرگ دنیا. و خب عاملاش هم قبلا در مورد صحبت کردیم، میتونه پشتیبانی مالی شرکت های غذایی از خبرگزاری های مختلف باشه و قدرتی که اونها دارن میان به تحقیقات مختلف نگاه میکنم، تحقیقات رو که به نفعشون اونها رو در اختیار رسانه ها قرار میدن و خب
بر اساس منابعی هم که دارن، منابع زیادی که در اختیار دارن، قدرت زیادی هم برای تأثیر روی رسانه ها دارن و میتونن این مقالاتی رو که نهایتا روی گوگل درایو منتشر شدن اینها رو توی بوق کرنا بکنن، ولی مقالات محکمی رو که در مورد که به نفعشون نیست، در مورد غذاهای گرونتری هست یا ذریع تولیدشون گرونتر هست، یعنی غذاهای حیوانی ولی سرشار از مواد مغذی هستن و برای ما مفید هستن، روی اونها هیچ کاری نمی کنن، اصلا اونها رو صداشون هم در نمیارن، ولی اینها خیلی خوب صداشون در میاد. حالا اینا رو نمیخوام بگم که مقالات همه‌گیر شناسی اصلا به درد نمیخورن. یکی اینکه مقالات همه‌گیر شناسی باید یه رابطه معناداری رو نشون بدن و اینکه اینها بیشتر برای تولید فرضیه خوب هستن، یعنی به ما بگن که بر اساس این چیزا احتمالاً چنین چیزی درسته و اون رو باید در یک آزمایش مداخله ای بررسی بکنیم. ولی تحقیقات همگیر شناسی کلاً پایه ایدئولوژی گیاهخواری شده و هیچ کاری به تحقیقات مداخله ای ندارن. از این تحقیقات زیاد بیرون میاد و دوستان برامون میفرستن، این رو گفتم که بهش بپردازم و واقعا ببینید خیلی مایه آبروریزی این رسانه هاست که روی همچین چیزی کار بکنن، ولی ما در چه قالبی میبینیم؟ چون میبینیم که شده تیتر ایران اینترنشنال، خیلی کوتاه، خیلی سریع این نتیجه رو میده، این نتیجه رو القا میکنه، این پیام رو القا میکنه و هر کدوم از اینها هم که نگاه میکنیم خیلی روشن پیام رو القا میکنن که گیاهخوار سالمتر از گوشتخوارا هستن. اصلا کاری به این ندارن که تحقیق چجوری انجام شده. هلث لاین هم که از همه آماده تر گیاهخوارا بیومارکرهای بهتری دارن از گوشتخوارا دارن. پس خیلی به تیترها نگاه نکنید. تیترها رو نگاه کردید بعد برید دنبال مقالش، مقاله رو پیدا بکنین و مطمئنن توی مقاله که میرید یه اتفاقات دیگه ای میافته، میبینید که اصلا اینا چجوری تونستن این تحقیق رو نشرش بدن. امیدوارم که این قسمت کوتاه کمک کننده بوده باشه. از این موارد زیاد پیش میاد و باز هم پیش اومد در موردشون صحبت میکنیم که سهمی رو در آگاهی بخشی به جامعه داشته باشیم. پیروز کامیاب باشید.